به نام خداوند یکتا و مهربان، بندای ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24، سلام های گرم و پر از مهر و محبت ما نثار یک و یک شما سروران گرامی باد. با امیدی که هر کدام شما در هر کجایی که قرار دارین، بیننده تلویزیون هستین و یا نیستین، هر هموطن خودم میگیم جور و صدمن باشین و تندرست باشین و از گزند روزگار در امان خالق یکتا باشین و دور از تمام امراض بخصوص کرونا باشین. خب به بیدگرامی برای وطنداران خود در داخل کشور نیست، دعا میکنیم که خدا یکتا و مهربان هرچه زودتر وطنداران ما را از شر تمام وابسته ها و نوکرها و حجیرها و منافقین نجات بده و پرنده زیبای صلح در فضای کشور ما جاودانه به پرواز درآید و مردم ما بار دیگر در فضای صلح و آرامش کنار هم زندگی کنند. دعا میکنیم که خداوند هر آن کسی که در فکر خیانت و جفا با مردم و وطن ما، خدا بزرگ به قهر و غضب خود گرفتارشان کنند. تمامی کسایی که وابسته هستند، حجیر هستند، معامله‌گر هستند، خائن هستند، جاسوس هستند، بیگانه پرست هستند، تأمین کننده منافع بیگانه ها در کشور ما هستند، خدا یکتا و بی‌نیاز اینها را به قهر و غضب خود گرفتار کنه، نیست و نابودشان کنه تا ملت ما، مردم دردمند ما، مردم به گروگان گرفته شده ما، مردم هر دم شهید ما دوباره به زندگی عادی برگردن و دیگه از کشت و کشتار و ویرانی و مصیبت و بدبختی در کشور ما خبری نباشه. با امید چنین روزه. خب به بیدای گرامی خوشحال هستیم که باز هم ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تورنتوس و ما با تقدیم برنامه سخن روز مهمان خانه های شما هستیم. در آغاز تشکر میکنم از الیار جان ساحل به خاطر بکراند آغاز برنامه را که برای ما درست کردن، که بعضن هم وطنان ما شکایت داشتن که چرای موسیقی بسیار دلخراش است. البته یادآور میشم که برنامه ما همیشه آغاز میشد با تنید یاد تو به جای میهنه میهن و صدای جاودانی احمد زایر، اما با درد و با تاسف که رشاد جان زایر و پسرشان و فرخ جان خانم مرحوم احمد زایر اینا به توجه به این که دم زایر می کشن به یک زندان قید می سازن که از همه چیز دورش بسازن، کپی رایت هایی کردن که هیچ در حقشان نبود. من بارها گفتیم رشاد جان که کار بسیار اشتباهی که دیت افغانستان رفتی وزارت اطلاعات و فرهنگ آنگاهی پدرت که در رادیو تلویزیون و رادیو افغانستان ثبت شده که او ملکت ملت است، این باید تو برادرت خواهرت و مادرت بفهمید که تمام آهنگ های احمد زایر که در رادیو افغانستان ثبت شده ملکیت ملت است، هیچ کسی به شمول شما حق کپی رایت از اون نداره. خوب است که رادیو تلویزیون خود شروع کرده به کپی رایت و شما در یک جنگ به اونا قرار گرفتین و دیگه آهنگ هایی که به موزیسنتر ها و اینا که آریانا موزیک موزیسنتر رو اینا ثبت کردن، اینا هم اونا پول پرداختن آهنگ گرفتن. شما بی جهت خود به یک دردسر انداختین که از هر طرف باید ملامت شوین. کاری برای پدرتان شما نکردین در طول نمی 20 سال. ببینید که مردم رفتن سنگ های قبر درست کردن، ادیره رو درست کردن، همه تو رشاد جان چی کردی؟ تو رفتی افغانستان، رفتی خب و چپ رفتی، فقط رفتی با مسئولین وزارت اطلاعات فرهنگ دیدار کردی و گفتی که ما اومدیم که فقط خاندان پدرم را کپی رایت کنم. اما تو کار برای پدرت، برای مدیریش، برای کارش هیچ کار انجام ندادین و آن اشتباه است. به اون خاطر بیندایگرامی اکثریت آنگاهی که من از هنرمندان خوب وطن داشتم در زگنال برنامه ها، تمام از اینا را مجبور شدم بردارم، چون هم تمام از اینا در وقتی که دیگه بیننده کمتر است، چون میلیون ها نفر آنگاه را دیدن دیگه آل کمتر میبینه، اینا با کپی رایت کردن شروع کردن و برای ما هم مشکل در یوتیوب خلق شد، مجبور شدیم تمام زگنال ها را برداریم و از موزیکی که یوتیوب برای ما اجازه میده یا اینه که بعضی پارچه‌ای که الیار جان برای ما وعده کردن. الیار جان ساحل شما هم میشناسین که هم باجیب میشه هم دوستم و هم یکی از هنرمندان واقعا ناب کشور ما هستم.
که از اونا تشکر میکنم. در این زمان تشکر میکنم از شبانه جان افغان یعنی شبانه جان میلیار که واقعا وعده کرده بودن بعد کارها را امروز فرستادن و شما سر از هفته آینده نمونه این همکاری ها را تماشا خواهد کردیم. خب بینده گرامی، دیرو در رابطه با روز کانادا صحبت های کردیم و در حین زمان در جریان هفته از خیزش های مردمی صحبت کردیم که در برابر ترستان وحشی طالب اینا بپا خیستن و در عین زمان از ظلم و جنایت و وحشت و بربریت طالبا هم گفتیم که چگونه با مردم ما اینا بازی میکنن، با سرنوشتشان مردم اذیت میکنن و کوچ اجباری میتن مردم، که واقعا جنایت است. در برنامه امروز شما شاید کلپ را بشنوین که شاید خوش یک تعداد کسای نبیه، اما واقعیت های جامعه ما اینه میست که اونمو برادرها بیان میکنن که بنام قوم، بنام زمان، بنام منطقه امروز طالب میکشانه. طالبه که از حمایت امریکا برخوردار است، طالبه که از حمایت انگلیس برخوردار است، طالبه که از حمایت دست نشانده امریکا و انگلیس اشرف غنی و اطمر خائن و اینا برخوردار است، امروز بار دیگه مانند 1996 به نام قوم میکشن. 96 که وقتی که میگم شما انوز هم فیلم مرا، فیلم مستنده که ما ساختیم در یوتیوب است، گذرگاه خون و آتش، شما برین ببینین کس با کسای با طالبهای گسیر شده که ما چی کردیم، مصاحبه کردیم، این گپایست که امروز بار دیگر در تاریخ وطن ما تکرار میشه. تا چی زمانی وطن، مردم وطن ما به نام زیر نام نسل کشی باید از بین برن؟ تا یک تعداد محدود مفخور باید در اینجا حضور داشته باشن و بالای گرده های مردم، بالای قبر های مردم، بالای استخوان های مردم، بالای خانه های ویران مردم اینا باید حکومت کنن؟ نمیفهم که چی دموکراسی چی بود که امریکا به نام پیاده کردن دموکراسی به کشور ما رفت و آل نمونی چه میبینیم که اینی هم دموکراسی است که روزانه به ازاها هم وطن ما به بسیار اشکال بسیار فجیع کشته میشن و هیچ کس نیست که فریاد بزنه. پس این همه مصرف کردن و جنگ و جدال و بدبختی و مصیبت در شما برای چی بود؟ این هم میلیاردها دلار مصرف شد برای چی بود؟ آیا واقعا معنی دموکراسی همیست که ما امروز در افغانستان میبینیم و جو بایدن افتخار میکنه و ملکه انگلیس افتخار میکنه و دیگه عامیانشان؟ چیزایی که شما در لابلای برنامه میبینین و امیدوار هستم که اگر بیگانه تماشاگر است، هموطنان ما باید تکان بخورن، هموطنان ما صدای خود بلند کنن. یک مظاهره هفته پیشتر در واشنگتن شد، دیدیم که چند دسته شد و چند هر کی آمد یک حرف خود زد، اما میخوایم که یک دست و هم صدا شوین. خب در این رابطه صحبت میکنیم و گزارشات دیگه هم داریم در رابطه ایران با طالب ها و اینا. اما در شروع شما مسئله را که ما در اول برنامه انتخاب کردیم، مسئله کشف گورهای دست جمعی اطفال بومی سرزمین کانادا بوده که توسط مقامات کلیسای وقت در 1870 بین 1870 تا 1920 اینا بسیار به طور مرموز و بیرحمانه به خاک سپرده شدن. معلوم نیست که از دست جمعی کشته شدن یا اطفال معصوم و بیگناه یا تک تک، ولی به هر حال این سر و صدای زیاد خلق کرده و توجه نه تنها مردم کانادا که جهانیان به خود جذب کرده و مردم بسیار بدبین شدن نسبت به کلیساها، چون میبینن که جنایت در توسط کلیسا در کانادا صورت گرفته و اگر ادامه پیدا کنه شاید در دیگر کشورهای دیگه هم شاید نمونه از این جنایت پیدا شود. به هر حال آقای ضیاء افضلی آتش دوست عزیز ما و این مسئله را یک بررسی خوب کردن که من از اونا تشکر میکنم به خاطر نشتهشان و با اجازه از اونا نشته از اینا را ما به خانش گرفتیم. این مسئله را توجه کنید، ربط بسیار خوبی داره به وطن ما. ببینید
قتلای دسته جمعی که در وقت کمونستان شد، در وقت نجیب شد، پولیگون چقدر هموطنان ما زیر خاک شدن، در فرقه عبده هرات چقدر هموطنان ما زنده به گور شدن، در دیگه جای چقدر هموطنان ما زنده به گور شد، در وقت طالبا یک هاولنگ با شما دیدیم چگونه قتلام شد، در 1377 فکر میکنم وقتی که مزار شریف سقوط کرد، اون وقت شما دیدین که چگونه قتلام ها صورت گرفت، در دیگه جاها در مناطق ازارنشین ما در افغانستان مرکزی، در دیگه جاها دیدیم که چگونه جنایات بشری انجام گرفت، ولی هیچ کس صدا بلند نمیکنه، هیچ کس اعتراض نمیکنه که او برادر اینمی خائنایی را که امروز جامعه جهانی حمایت میکنه، اینمینا ناقضین حقوق بشر هستند، اینا ضدیت دارن با بشریت، اینا فقط دوست دارن که خون بشر را بریزانند. گزارش توجه کنین، دوباره برمیگردیم. بازم تشکر میکنم از آقای افضلی آتش. در جریان سالهای 1870 تا 1920 ترسایی هزاران کودک مردمان بومی کانادا از والدینشان جدا ساخته شدند تا در مکاتب شبانه روزی که از سوی کلیسا دایر گردیده بود با فراگیری زبان، احکام دین ترسایی و علوم مشغول شوند. این طرح به نوعی تغییر اجباری نسل های نوین مردمان بومی بود تا از یک سو روحیه مبارزه علیه اشغالگران سرزمین هایشان را تضعیف کند و از طرف دیگر نسل های نوین بومیان را وادار سازند تا به فراموشی سپردن عرف و انعنات مردمان بومی به فرهنگ شهری خو کنند. اما حذف بخش از این کودکان بومی مورد است که نه سندی از آن به جا مانده و نه کسی در این مدت از آن حرف به زبان رانده است. ماه گذشته کشف نخستین گور دست جمعی 215 تن کودک بومی در یکی از مکانهایی که به عنوان مکتب شبانه روزی از آن استفاده می شد، گروه های دفاع از حقوق بومیان را واداشت تا از دولت بخواهند در مکانهای مکاتب شبانه روزی در سراسر کانادا سلسله از کاوش های گسترده ای را آغاز کنند. در کمتر از یک ماه دو محل دیگر که هر کدام مدفن حدود 200 کودک بومی بودند کشف کردید. اکنون گروه های بومی خشمگین در برخی نقاط ولایت غربی کانادا به کلیساها یورش میبرند و تا کنون حدود 7 کلیسای کوچک و جامعه را به آتش کشیدند. این گروه ها تندیس رهبران مذهبی و نخست وزیران کانادا را که در جریان آن سالیان روی قدرت بودند میشکنند، از بین میبرند. نخست وزیر کانادا چند قبل در طی تماس با پاپ از موضوع به وی یادآور گردید. پاپ از این اتفاقات ابراز تأسف کرد اما معذرت نخواست، ولی نخست وزیر مثل که رها کردنی نیست. وی در جریان تازه ترین تماس با پاپ از وی تقاضا نموده تا به کانادا بیاید و از مردم بومی کانادا معذرت خواهی کند. دیروز اول جولای روز تجلیل از کانادا، گروه های از مردم کانادا با پوشیدن لباس های نارنجی همدردیشان را با مردمان بومی کانادا ابراز داشتند و در شهرهای بزرگ چون تورنتو و مونتریال را پیمایی های را سازمان دادند. دیده شد این اعتراضات مردمان بومی کانادا که حمایت گسترده دولت فعلی کانادا و باشندگان کانادا را با خود به امراه دارد با کجا خواهد انجامید؟ با امید روزی که بیشتر تحقیق شود این رابطه و واقعیت ها به مردم کانادا و جهان رسانده شود که چگونه این اطفال به قتل رسیدن و از بین رفتند. در گوشه دیگه از جهان در افغانستان میبینیم که دسته به نام طالب ها که از حمایت امریکا و انگلیس برخوردار هستند و در دوحه با هم قرارداد صلح بستند، دست به جنایات ضد بشری در کشور ما میزنند. مردم ما را به گناه های مختلف از خانه هایشان کوچ میتن، مردم ما را به بهانه های مختلف قتل هم میکنند و نسل کشی میکنند و اسمش این سیاه رویان تاریخ، ای از خدا بی خبران و ای بقایای خاد نجیب و شهنواستنه دفاع از اسلام میزنند. اسم جنایات خوده جهاد گذاشتن و با گذاشتن ریش و دستار و پوشیدن پیرانتنبون
چیره های منحوس و کثیف خود پنهان کردند و دست به اعمال غیر انسانی و غیر اسلامی میزنند. از آغاز پیدایش این جنایتکاران 1994 تا فعلا به استثنای یک دو سال اول که مردم چیره های از اینا را نمیشناختن، ولی کسایی که آشنا با تاریخ کشور و قضایا بودن درک میکردن که یک گروه مرموز و یک گروه دست نشاندی دیگه وارد جریانات وطن شد. تا کنون اینا غیر از جنایت و خیانت و کشت و کشتار و ویرانی کار دیگه را انجام ندادن. میفهم با کدام اساس و با کدام منطق زلمه خلیلزاد رفت با این گروه وحشی معاهده صلح امضا کرد و جنایاتشان را قبول کرد، مصیبت هایی را که اینا بر مردم افغانستان میارند قبول کرد و آل هم تلاش همیست که این جنایت پیشه ها، این اجیر شده ها، این از خدا بی خبر ها را دوباره بر گرده ملت نصب کنند. وابسته ها و اجیرای قدرت های بزرگ در داخل ارگ زمین سازی میکنند. میبینید که اولسوالی ها را یکی پای دیگر به نام عقب نشینی تاکتیکی با ترستان تسلیم میتن و با خون جوانان ما معامله میکنن. در این کندک ها و در این اوزه ها و در این پوسته های امنیتی مشخص نیست که کی ها هستن. از هر گوشی وطن ما گل های سرسبتش در این پوسته ها وجود دارن تا از ناومیس ملی دفاع کنن، اما معاملگران و خائنین با خونشان، با سرنوشتشان، با حیاتشان، با احساسات پاکشان معامله میکنن و اونا را دو دسته تسلیم خونخوارترین دشمنان بشریت میکنن تا اونا به شکل از اشکال بعضی از اونا را شکنجه کنن، بعضی از اونا را بیرحمانه به قتل برسانن و بعضی از اونا را اسیر بگیرن. ایس بالاخره دستاورده 21 سال مبارزه به خاطر مبارزه با تروریسم در کشور ما، و ما تماشاچی هایی هستیم که گاه گاه صدای اعتراض بلند میکنیم و همزمانی که درد به ما برسه، درد تنها که به قوم ما برسه، به منطقه ما برسه، به زبان ما برسه، نه ای که ما یک درد مشترک برای خود تعیین کنیم که درد مشترک ما اونم خانه مشترک است، اونم ملت است که در اونم سرزمین کنار هم دیگر زندگی میکنه، هر کدام از اونا پاری تن ماست، هر کدام از اونا برادر و خواهر و مادر و پدر و فرزند ماست، و به خاطر از اونا باید ما صدا بلند کنیم که هیچ وقت نمی کنیم. و دشمنا هم این مسئله را خوب درک کردن، قدرت ها خوب درک کردن، و وسایشان نه تنها در افغانستان، در صد تا سر جهان و در رسانه اجتماعی در هر کجا پراگنده هستند، پول میگیرن، شرف و عزت و انسانیت خود میفروشن و بر ضد منافع ملی خود در هر کجا تبلیغ میکنن. در هر کجا یک صدای اعتراض بلند شود، صدای عدالت خواهی بلند شود، باز این وابسته ها، این خود فروخته ها، این شرف باخته ها باز بلند میشن و بهانه های میارن و مردم محکوم میکنن، تاپه های میزنن و تعدادی که توان مبارزه با این چهره های سیاه را ندارن مجبور میشن میدان خالی کنن. خوشبختانه که در طی 41 سال اینا موفق نشدن که ما را به اصطلاح صد شون، ولی بسیار مردم ها را اینا خاموش ساختن. اما وقت اینا خاموش میشن، وقت اینا از بین میرن، وقت ایچ وابسته ذلیل و خوار و زبون میشن که ملت یک صدا شوه، ملت هم صدا شوه، ملت هم دیگر پذیر شوه و بر حلی تمام این جنایات و بر حلی تمام این نقشه های پلید و شوم مزد ملی اینا دست بکار شوه. و هر آن کسی که حرف از تعصب زد اونا رو باید از زندگیتان بیرون کنید. هر کسی که نوشت که تعصب است اونم مردم ها رو بفهمید که وظیفه گرفتن که فقط مردم ها به جان هم بدازن. با این گونه مردم باید با کلی ببرین. با کسایی که از قوم و منطقه و زبان و اینا میگن، از هر قوم و قبیله که هست ببرین، به حرفایشان توجه نکنه. اگر شما چند مدت دوام بتین ببینید که دنیا گل و گلزار میشه، ما شما از وجود این عناصر پلید خاری میشیم، دور میشیم. طالبان صدها خانواده بدخشانی را از کندوز و پس از تصرف منطقه باغ شرکت کوچ دادن. صدها خانواده از این منطقه در کندوز به شهر فیض‌آباد پناه آوردن.
مهاجران فرار کرده از جنگ کندوز به روزنامه 8 صبح میگن که طالبان پس از تصرف منطقه باغ شرکت در شهر کندوز دو تن را کشته و دیگران را به اتهام همکاری با ارتش ملی کوچ دادن. یکی از این مهاجران میگه شب در منطقه جنگ بود و صبح وقت طالبان از لودسپیکر صدا کردن تسلیم شوین. در پوسته کسی نبود، بعد آمدن و داخل شدن، مردم را آزار و اذیت کردن. این توفیه ترستان طالب به مردم کشور ما. اما دیروز به دای گرامی کلپ نشر شد که بیانگر ظلم و جنایت ترستان طالبی زیر نام قوم نشان میده. این کلپ هم با هم میبینیم، این که بعضی هموطنان ما خوششون میاد یا نمیاد کار نداریم، اما این یک کلپ است که درد واقعی ملت نشان میده، عرف مردم نشان میده، از ظلم و جنایت میگه، از بربریت میگه، از قوم پرستان میگن که امروز به نام قوم مردم ما را تبا کردند و به گناهی مختلف به کشتارگاه ها را اون میکنند. این کلپ شاید بعضا خوششون نبه، اما بازم میگم واقعیت است. امروز اونمو استخدام شده ها، اونمو اجیر ها، اونمو بیگانه پرست ها به نام قوم و قبیله مردم به هلاکت میرسانه. این کلپ گوش کنید شما. دلیلش همی بود ما بدخشی بودیم، با خاطر بدخشی بودن ما را از ولایت قندوز توسط قنداری ها و شش ولایتی که قنداری بود و پشت زبان بود دیگه بودم. دلیلش همی بود شما تاجیک هستیم، بدخشیم برایم بریم دیگر کوام منوی نداشت. اگر مسئله نان می بود که بدخشی ها با اردن نان داد، قنداری هم داد، گجر هم داد و پشه زبان هم داد و فرمان طالبان خاص به خاطر مردم تاجیکای بدخشی ها بوده که شما منطقه را تخلیه کنین. دو ساعت وقت دادن، دلاس بکار اعلان کردن که بدخشی را چور کنین، جوانش را بکشین و دو ساعت وقت داره. اگر مسئله نان میشه چرا پشت زبان را کسی نکشت؟ چرا کسی پشت زبان را کش نداد؟ چرا کسی قنداری را کش نداد؟ اگر مسئله دکاندار ما بود که به نام عبدالسلام دکاندار بود، با اردو فروشات داشت، آیا پشت زبان نداشت حاجی تور؟ ایرم هم جبارش دکان داشت که به نام حاجی تور دکان داشت و عبدالسلام که از بدخشان بود ایره تیرباران کردن و حاجی تور که پشت زبان بود از اون محل بود، چرا او را کسی گپ نزد؟ فقط جرم ما همیسته که ما به نیروهای امنیتی خود کمک کردیم، خانه های ما را به آتش کاشانیدن، مال و دارای ما را به چور چپاول بردن و خود ما را جبران کش دادن. علتش همیست بیادر، فقط علتش بدخشی بودن ما بود، دیگه هیچ چیزی نبود. چقدر خانه بوده؟ به تعداد 400 فامیل ما در باغ شرکت بودیم. همون 400 فامیل فیلن ایجا آمده از یکی در یک جا بود، یکی در یک جا و یکی پاش نبود، یکی پا پریدگی و یکی گردنش بریدگی و یکی دیگر دستش مایدشتگی و یک کفلک شش ماهی مره به نام اسد گفتنی در گواره قیلقه زدن اون پره رو وفات کرد. به نام اسد گفتنی که یه به ما راپورت دادن که تفلک هم وفات کرد. اینی ظالم ها به طفل رم نکدن، به قرآن کریم رم نکدن. مادرم میگه در خانه قرآن کریم است، میگه ما قرآن شما به دشه را قبول ندارم. نان در داد، دسترخوان را در داد، جای نماز را در داد، خانه را در داد، اولین را در داد، سگ را در داد، دوره رازی را قبول میکنه نمیکنین. سگی که دولین بود در داخل آتش انداختش. من شخصا خودم با می 400 فامیلی که برآمده گیسم فقط یک لباس برابر کردیم بس. همین 400 خانه ما از خاطر ما متظاهر شده بود، چون که من نمایندهشان بودم، ما از حقشان دفاع میکردم. ما را کشتن نتونستم، برادر ما شهید کردن، قوم ما شهید کردن، به تعداد 12 نفر ما شهید کردن در منطقه پشمنا. بالاخره قدرتشان که داشت ما تاجیکا را از باغشت گم و دور کردن. اگر مردم بدخشان، اگر واقعیت بدخشی باشه، برای ما مردم سرپناه میدن خوب نمیدن، با ما یک خط نوشته کردن برای دم گفتن کمشن برین برین تاجیکستان، هر جایی که میرین برین. از سازمان سیهی جهان بین المللی یونما دبلوپی خواهش ما همیسته که بداد مردم ما مردم برسه و خصوصا از ریاست حقوق بشری امی بدخشان قندوز وزارت حقوق بشر باید که بداد ما مردم برسه. تا فعلا چی کمک ها شده؟ تا فعلا از طرف ریاست حوادث خداوند خیرش بده، امرای رئیس مهاجرین و تمام پرسنلش که از 12 بجه دیروز که روز چهارشنبه بود تا با آل در خدمت ما مردم هستند و تشکری از نام میکنم با از جناب والی سام که اینا را هدایت داد در خدمت ما تا با آلی هستند، چای، آب، نان، تمام چیزی ما مردم فعلا داده رسند و از تمام برادرای بدخشی ما چی در داخل
و چی در خارج از کشور خودشان شاید که ویدیو را دیده باشند، تصاویر را دیده باشند. خواهش ما همیست که به می تعداد 400 خانه که از باقی شرکت جبران کش داده شد، خواهش ما همیست که کمک نقدی به می تعداد مردم پرداخت و داده شود و به دسترس همین مردم قرار بگیرد که هر چی که توانا دارد به این مردم غریب بیچاره و مردم برساند. اگر نمی رساند تو روز قیامت از یخیانگیر از ما میشه. بله، این هست واقعیت های جامعه، این هست واقعیت های بسیار تلخ کمی اکنون در سرزمین ما جریان داره. و همونطور که من از هفته پیشتر گفتم، در اکثر جاها طالب ها منابع اوصلاتی را قطع کردن، پایه های برق مثلا قطع کردن، پای آنتن های تلفن ها را قطع کردن، نشرات جا را قطع کردن، در یک وحشت و ترس همه جا را قرار دادن که هیچ کس حال از ترس حتی نمیتونه که یک صدای خود بلند کنه. چنانه که امروز سرپرست سفارت امریکا در کابل هم گفته که گزارش های پخش شده از حمله طالبان بر رسانه ها در برخی ولسوالی ها. نگرانی آقای وسر از کشتار و ریختن خون مردم نیست، نگرانی از این است که عملی طالبان بر رسانه در برخ ولسوالی ها نگران کننده است. راس ویلسن این گفته ها را امروز در تویترش نوشته و گفته که از پخش گزارش ها در باره حمله طالبان بر رسانه های محلی در شمار از ولسوالی هایی که به تصرف طالبان در آمدن نگران شده است. ویلسن میگوید که طالبان میکشن با خاموش کردن رسانه ها خشونت هایشان را پنهان کنند. راس ویلسن نوشته است این گونه به نظر می رسد که طالبان در تلاشند صدای رسانه ها را خاموش کنند تا تخریب زیرساخت های عامه، غارت و کشتار های غیر نظامیان در افغانستان از سوی این گروه پنهان بماند. سرپرست سفارت امریکا در کابل پیش از این هم از طالبان خواسته بود که میزان خشونت ها را کاهش دهند و به میز گفتگو برگردند. یادتان است در 1377 وقت مزار شریف سقوط کرد، طالبا به دفتر کنسولگری ایران رفتند و دیپلومات های ایران فکر می‌کنم 11 تن بوده به قطر رسندند. روابط تیره شد، اما حال روابط بسیار نزدیک شده و ایرانی ها تلاش دارند که یک چهره جدید، یک چهره به اصطلاح غیر تروریستی، یک چهره به اصطلاح تبدیل شده، تغییر یافته شده به مردم جهان معرفی کنن که این طالب امروز طالب دیروز نیست، طالب ها عالی شده، آدم شده. اما حیوان آیا بالاخره انسان میشه؟ من فکر نکنم که این حیوانات که شستشوی مغزی شدن فقط برای کشتن و بستن و تخریب و قتل هام و اینا هیچ وقت رو به انسانیت نمیره. گزارش را با هم یک جا میبینیم، دوباره برمیگرد. با تازگی موضع‌گیری برخی کارشناسان و رسانه‌های ایرانی در پیوند به فعالیت طالبان در افغانستان واکنش‌های به دنبال داشته است. روزنامه کیهان از رسانه‌های مشهور ایرانی که دیدگاه‌های نزدیک به رهبر ایران دارد با نشر مطلبی در مورد پیشروی طالبان در افغانستان و تصرف ولسوالی‌ها از سوی جنگجویان این گروه به گونه‌ای تلاش کرد از خشونت و تندروی طالبان قباحت زدایی کند. در بخش از مطلب روزنامه کیهان که اخیراً نشر شده است آمده است در پیشروی های اخیر طالبان در افغانستان خبر از جنایت های هولناک شبیه جنایت داعش در عراق نیست. طالبان حتی اعلام کرده کار با شیعیان این کشور هم ندارد. نیروهای طالبانی که امروز از آن حرف میزنیم با طالبانی که میشناختیم و مثلا سر میبریدن تفاوت هایی کرده است. در این مطلب دیده می شود که روزنامه کیهان تلاش دارد ثابت کند که طالبان نسبت به سالهای گذشته تغییر کرده و روی آنها مانند قبل نیست. مسئله دیگر که در این مطلب روی آن تاکید شده است این است که طالبان با اقلیت‌های قومی و مذهبی به ویژه اهل تشیع دشمنی ندارند و سیاست آنان دچار دگرگونی شده است. مسئله به همین جا ختم نشده است و یک کارشناس ایرانی در برنامه جهان آرا از برنامه های سیاسی پربیننده شبکه تلویزیون افق ایران از ظرفیت تعامل حکومت ایران با طالبان روی مسائل امنیت مرزی و تقسیم آبهای مرزی و فرامرزی به افغانستان سخن گفت. هرچند مقام های ارشد حکومت ایران تا کنون به گونه آشکار از طالبان اعلام حمایت نکرده و تنها رابط رسمی خود با این گروه را تایید میکنند، اما نشانه های از تغییر سیاست و نزدیکی برخی لایه های قدرت در ایران با طالبان مشاهده می شود که اساس آن بر منافع ایران در افغانستان است.
در سالهای گذشته رابطه حکومت ایران و طالبان فراز و فرودهای زیادی داشته است. کشتار دیپلمات‌های ایرانی در شهر مزار شریف زمانی که طالبان بر افغانستان حاکمیت داشتند یکی از مهمترین مناقشات میان طالبان و حکومت ایران بوده است، هرچند طالبان دست داشتند در این کشتار را رد کردند. در پی این رویداد تنش میان حکومت ایران و طالبان به حد افزایش یافت که نزدیک بود یک جنگ تمام عیار میان دو طرف در بگیرد. آن زمان حتی نیروهای نظامی ایران در مرزهای افغانستان مستقر شدند، اما سرانجام کار به درگیری نظامی نکشید. مسئله دیگر که میان طالبان و حکومت ایران محل اختلاف است، روی تند طالبان با اقلیت‌های قومی و مذهبی به ویژه شیعیان و هزاره‌های افغانستان به نظر می‌رسد. حکومت ایران برای اجرای سیاست صدور انقلاب روی شیعیان افغانستان حساب می‌کند. سیاست صدور انقلاب بخش از یک راهبرد بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران است که بر مبنای آن باید اندیشه انقلاب ایران به کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهان صادر شود. طی سالهای اخیر حکومت ایران سرمایه گذاری بزرگی در عملی سازی این سیاست در کشورهای گوناگون کرده است. پس از نشر مطلب روزنامه کیهان و اظهارات کارشناس ایرانی در شبکه تلویزیون افق، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی پیام تسلیت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیوند با کشتار مردم هزاره در شهر مزار شریف را باز نشر کردند که در بخش از آن طالبان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. در این پیام تسلیت که به تاریخ 23/6/1377 از سوی علی خامنه‌ای نشر شده، طالبان به جنایت و کشتار متهم شدند و از آنان به عنوان قشون ظالم و سنگدل یاد شده است. در بخش از پیام آمده است: قوم متعصب و وحشی و بیگانه از تعالیم نورانی اسلام. رهبر ایران همچنان طالبان را به قتل عام مردم متهم کرده است. با گذشت 23 سال از نشر این پیام تند رهبر جمهوری اسلامی ایران علیه طالبان، مشخص نیست که چه عامل سبب شد تا کارشناسان و رسانه‌های ایرانی برای قباحت زدایی از چهره طالبان دست بکار شدند و تلاش ورزند از طریق رسانه‌های این کشور پیام‌های مثبت به طالبان ارسال کنند. پیش از این برخی مقامات آمریکایی ایران را به حمایت مالی و پشتیبانی نظامی از طالبان متهم کرده بودند. گزارش‌های نیز از فعالیت شورای نظامی طالبان در شهرهای مشهد، زایدان و کرمان ایران و اقامت رهبران طالبان و شبکه القاعده در این کشور وجود دارد، اما مقامات ایرانی همواره این اتهام را رد کردند. با توجه به شدت گرفتن نبردها در بخش‌های از کشور و پیشروی نسبی طالبان، نشانه‌های موجود آشکار می‌شود که حکومت ایران ظاهراً معامله مخفی و پشت پرده با رهبران سیاسی طالبان انجام داده و رسانه‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی این کشور می‌کوشند زمینه را برای تعامل بیشتر با طالبان فراهم سازند. واضح است که ایران از ساخت و ساز بندهای آبگردان در ولایت غربی کشور راضی نیست و برخی مقامات ارشد ایرانی به شمول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نارضایتی خود را از برنامه‌های مدیریت آب در افغانستان بارها به گونه‌ای علنی ابراز و از حکومت افغانستان در این زمینه انتقاد کرده است. به نظر می رسد حکومت ایران با این پیش فرض که ممکن است طالبان در آینده بخشی از حکومت افغانستان را به دست گیرند، برای تأمین منافع خود از رهگذر آبهای مرزی با رهبران سیاسی طالبان دست دوستی دارد و برای منافع کلان خود در آینده برنامه ریزی کرده است. در چنین حوزه‌ای قباحت زدایی رسانه‌های ایرانی از طالبان و تلاش برای نشان دادن چهره خوب و دور از خشونت از طالبان واکنش‌هایی را در افغانستان به دنبال داشته است و شاید گذشت زمان راهبرد تازه ایران در برابر حکومت افغانستان و طالبان را در آینده مشخص کند. برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکنید. امروز جمعه است، 2 جولای 2021، ساعت 32:34 ما همین لحظه آجس داود جلالی پیام گذاشتن که برنامه فردا یادها و خاطرها را برنامه بسیار جالب گرفتن با یک تن از ورزشکاران سابقه که در بخش زیبایی اندام واقعا نام بسیار خوبی از خود به یاد گذاشته که برای گفتن که اعلان نکو و فردا ما میخواییم که این اعلام کنیم و همین لحظه هم دیگه گزارش که آقای جلالی داده نیست که مسابقه فوتبال اسپانیا و سویزرلند یعنی با 15 دقیقه وقت اضافی هم نتانستن که برنده داشته باشه این مسابقه، 1-1 شدن و بازی به
پنج پنالتی رفت و اگر نتیجه را آیسه برای ما و شما اعلان میکنن که خدمت شما تقدیم کنیم. دوباره برمیگردیم به گزارشات وطن. وزیر دفاع ترکیه اعلان کرده که تا هنوز هیچ تصمیمی در مورد تأمین امنیت میدان هوایی کابل گرفته نشده است، اما تماس ها میان ترکیه و امریکا در این مورد ادامه دارد. خبرگزاری اناتولی به نقل از خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه امروز جمعه گزارش داده است که گفتگوها میان هیئت‌های آمریکا و ترکیه درباره تأمین امنیت میدان هوایی بین‌المللی کابل ادامه خواهد داشت، اما تا هنوز در این باره تصمیم اتخاذ نشده است. آکار گفته است که در صورت نهایی شدن مذاکرات دو هیئت، نتیجه آن در نشست به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به بحث گذاشته خواهد شد و پس از تصویب آن اجرایی می شود. وزیر دفاع ترکیه با تاکید بر حفاظت و مدیریت میدان هوایی کابل افزود ترکیه از 6 سال به این سو مدیریت میدان هوایی کابل را بر عهده داشته است. آکار گفته است رئیس جمهور اردوغان در نشست سران ناتو به برخی شرط ها و موضوعات در این زمینه اشاره کرده و ما اعلام کردیم که با تامین این شرط ها می توانیم در آنجا بمانیم. یعنی خلاصه مو هیچ جایی را برای شما نمیذارن، با بهانه های مختلف پس جاهای مهم و اساسی را برای خود نگاه میدارن تا در روزی که نیاز داشته باشن استفاده خوب کنن، چون نمیخواین که خاطرات تلخ گذشته ها بر از اینا تکرار شه. خب از اسیدی 24 خبرهای کرونایی را ما هم یک جا میشنیم، دوباره برمیگردیم، با ما باشین. باز هم در 24 ساعت گذشته 200 بیمار جدید آلوده به ویروس کرونا در آن تریو تشخیص شده است که بیشترین بیماران امروزی 41 تن در واترلو، 23 تن در تورنتو و 21 نفر در یورک به ثبت رسیده است. در همین مدت 9 بیمار کرونایی وفات داده و 281 بیمار دوباره صحت خود را بازیافتند. در جهان تا نیمه امروز جمعه دوم جولای تعداد مبتلایان به 183,584,937 تن افزایش یافت که از این رقم 168,029,542 بیمار دوباره شفا یافتند. وزارت صحت عمومی کشور ما امروز جمعه با نشر آمار کرونا میگوید که با ثبت واقعات تازه ابتلا به کرونا، آمار کل مبتلایان به این ویروس به 123,465 تن رسیده است. در 24 ساعت گذشته 51 تن به ویروس کرونا در کشور مبتلا شدند. بر بنیاد خبرنامه وزارت صحت تا کنون 5,107 تن نیز از اثر کرونا جان باختند. در این میان وزارت صحت هم گفته است که در شام روز گذشته 776 بیمار کرونایی بهبود یافتند. با شمارش بهبود یافتگان شبانه روز گذشته آمار کل بهبود یافتگان ویروس کرونا در کشور ما به 72,700 تن رسیده است. با این حال وزارت صحت عامه میگوید که موج سوم کرونا بسیار پرتلفات بوده و تا کنون گراف شوی این بیماری سیر صعودی دارد. درست تمام همراز خاصتا ویروس کرونا باشید. خب رسیدیم به پایان برنامه امروز. بنده گرامی تشکر میکنم از توجهتان، سپاس فراوان از اینکه با ما بودین، ممنون از همراهیتان. تا برنامه فردا ساعت 1 بعد از ظهر در یادها و خاطرها با شما سروران گرامی من خداحافظی میکنم. رخصتی های آخر هفته خوب برای شما میخوایم. کن خانوادگیتان گرم میشه، ساز باشین، دیاتون باشین، هر جای کسین با ما باشین تا همه یک جا باشیم. حافظ عقدی نگهدار یکایک شما سروران گرامی.